این گروه 50 نفری که شامل مایکل چرتاف و تام ریج وزرای سابق امنیت داخلی، مایکل هیدن رئیس سابق اداره CIA و جان نگروپونت رئیس سابق استخبارات ملی و معین وزارت خارجه ایالات متحده می باشند، گفتند که آنان خصوصیات یک رئیس جمهور را خوب می دانند و دونالد ترامپ را یک شخص فاقد این خصوصیات و به تجربه توصیف کرده اند. این مقام های پیشین امریکا همچنان نگاشتند که ما معتقدیم که او یک رئیس جمهور خطرناک خواهد بود و امنیت ملی و سلامت کشور ما را با خطر مواجه خواهد ساخت. کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در واکنش به این نامه امضا کنندگان آن را عامل بدبختی جهان عنوان کرده و گفته است که این افراد نخبگان ناکام واشنگتن و کسانی اند که در تلاش باقی ماندن در قدرت می باشند و حال زمان آن است تا این افراد مسئول پنداشته شوند. دو دستگی میان جمهوری خواهان در حال رو به افزایش نهاده که دونالد ترامپ نامزد این حزب برای ریاست جمهوری ایالات متحده در سلسله مبارزات انتخاباتی روز گذشته بر پلانهای اقتصادیش تمرکز نموده و گفت که می خواهد اقتصاد کشورش را دوباره احیا سازد. من کاهش مالیات سرتاسری را پیشنهاد می کنم، بخصوص برای امریکایانی که عاید متوسط دارند. این کار سبب به وجود آمدن کارهای با معاش خوب خواهد شد. اشخاص پولدار سهم خود را خواهند پرداخت، اما هیچ کس آنقدر مالیه نخواهد پرداخت که سبب از بین رفتن مشاغل شود و یا توان ما را من حیث یک ملت تحت تأثیر قرار دهد. اما هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات می گوید که پلان اقتصادی دونالد ترامپ تنها با اشخاص ثروتمند کمک می کند و کشور را با رکود مواجه خواهد ساخت. خانم کلینتون که روز گذشته در ایالت فلوریدا در جمع از هوادارانش صحبت می کرد، ادعا نمود که پلانهای اقتصادیش وظایف با معاشات خوب را خلق خواهد کرد. می خواهم شخصی باشم که در ایجاد کارهای جدید با معاشات بلند کمک می کند. در نخستین 100 روز کاری خود با هر دو حزب کار خواهم کرد تا بزرگترین سرمایه گذاری در مشاغل جدید را که از زمان جنگ دوم جهانی سابقه ندارد تصویب کنند. خانم کلینتون همچنان دونالد ترامپ را به نداشتن مفکوره‌های تازه متهم کرد و گفت که پلان اقتصادی ترامپ تنها به نفع شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند تمام خواهد شد.